ولسوال زازای میدان خوست در یک حمله مسالحانه کشته شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان سمارت را سابسکرایب نمایید. مقام های محلی در جنوب شرق کشور از کشته شدن عبدالحی زازای ولسوال ولسوالی زازای میدان ولایت خوست در یک حمله مسلحانه در ولایت لوگر خبر می دهن. عبدالرحمن منگل سخنگوی ولی پکتیا گفته است که آقای زازای امروز دوشنبه 28 میزان در مسیر شاهراه خوست کابل در ساحه التمور ولایت لوگر هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و همراه با یک محافظش کشته شده است. او افزوده که در این رویداد یک بزرگ قومی به نام ملک حسن جان نیز زخمی شده است. سخنگوی ولی پکتیا گفته که اجساد جان باختگان و زخمی این رویداد هم اکنون به شفاخانه حوزوی پکتیا در شهر گردیز مرکز این ولایت منتقل شده است. به گفته وی این افراد زمان مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند که میخواستند از ولایت خوست به کابل بروند. تا کنون مسئولیت این رویداد را شخص یا گروه به عهده نگرفته است. این در حال است که رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه صلح تاکید کرد که مردم افغانستان پس از سالها درگیری به یک صلح واقعی برای حفظ دستاوردهای خود دست یابند و راه حل این مشکل نیز گفتگوهای سیاسی و مذاکره بین الافغانی است. با گزارش سپوتنیک به ایرنا حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز دوشنبه 19 اکتبر با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار گفت امیدواریم صلح و امنیت پایدار در این کشور برقرار باشد و مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند. رئیس جمهور ایران با حمایت از تلاش های انجام شده برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان از سوی شورای عالی مصالحه در این کشور گفت صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان به عنوان یک کشور همسایه و برادر برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه دارد. رئیس شورای عالی مصالحه روز گذشته به خاطر جلب حمایت از تلاش های سال به دعوت رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران در رأس عالی رتبه به این کشور سفر کرد. تشکر از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.